اگه تصمیم دارید که یه سگ برای خودتون بیارید یا اینکه تازه سگ برای خودتون آوردید یا اینکه اصلا خیلی وقت سگ دارید اما فکر می‌کنید به اندازه کافی اطلاعاتی که باید بدونید و نمی‌دونید، این ویدیو مال شماست. یه سری چیزا هستش که درباره نگهداری از سگ لازم و واجبه که بدونید. سلام دوستای خوبم، روزگارانتون بشادی. کلوا اینجا در حضور شماست. اجازه بدید یه لحظه من یه پنکه اینجاست. من با اینو ازار جابجا خودم جا بجا شدم. میدونی ترا به خاطر اینکه دستم میخوره به اون پنکه. داشتم میگفتم کلوا اینجا در حضور شماست. یه لیست براتون آماده کردم از چیزایی که قبل از آوردن سگ باید بدونید حتما، که با بررسی اونا ببینید که آیا واقعا از پس نگهداری یه سگ برمیاد یا نه. به خاطر اینکه مسئولیت آوردن نه فقط سگ بلکه هر پتی هر حیوان خونگی واقعا بالاست و قبل از اینکه بخواید مسئولیت آوردن و نگهداری از اون حیوان رو به عهده بگیرید باید بررسی کنید ببینید آیا واقعا از پسشون برمیاد یا نه. من به عنوان کسی که توی کلینیک دامپزشکی به عنوان کارآموز مشغول هستم آدمای زیادی رو میبینم که سگ، گربه یا حتی پرندهشون رو میارن کلینیک برای درمان، مثلا یه بیماری براش پیش اومده و اینا. بعد خب مثلا اون مشکل یا اون بیماری چیزی هستش که بالاخره مراحل درمانی باید روش انجام بشه که ممکنه هزینه بر باشه و طرف مثلا اول میپرسه که قیمتش چنده، بعد مثلا ما میگیم انقدره. حالا خیلی از این خدمات ما توی کلینیک خودمون هم انجام نمیدیم، مثلا اون شخص باید بره کلینیک تخصصی مثلا رادیولوژی اون عکس رو بگیره، اصلا پولش تو جیب ما هم نمیره. اما در کل طرف اول میپرسه که قیمتش چقدر، ما میگیم اینقدر، میگه نه پس نمیخوام، در حالی که اون چیزیه که واقعا برای اون حیوان لازمه. ممکنه الان برگردید بگید که خب الان ما هممون داریم توی شرایطی زندگی میکنیم که شاید جیبامون خالی باشه، بودجه به اندازه کافی نداشته باشیم، یا اون طرف واقعا توانایی مثلا اون هزینه رو برای حیوانش نداشته که گفته نه نمیخوام. ولی مسئله اینه که دقیقاً داستان همینجاست. شما قبل از اینکه حیوان رو بیارید و بخواید ازش نگهداری کنید باید تمام این مسائل رو بررسی کنید و مطمئن بشید که حتی اگر یه روزی یه مشکلی یا بیماری براش پیش اومد میتونید براش خرج کنید. در غیر این صورت شما اصلا حق ندارید حیوان نگهداری کنید. آوردن حیوان مثل آوردن بچه همونقدر مسئولیت داره و شما در قبالش مسئولید که باید تمام نیازهاشو برآورده کنید. حالا توی این ویدیو آرشیو چند تا از موارد خیلی ساده و مهمی که شما درباره نگهداری از سگ لازمه که بدونید و براتون آوردم که اگر بی تجربه یا کم تجربه اید اینا رو گوش بدید و البته اگر هم سگ دارید بازم میتونید گوش بدید، چون شاید یه چیز جدیدی بشنوید که در طی مدتی که داشتید از پتتون نگهداری میکردید اصلا نمیدونستید. ازتون میخوام در آخر ویدیو اگر نکته‌ای بودش که من توی لیستم نگفتم و جا انداختم شما توی کامنت ها حتما برام بنویسید که بقیه هم اونا رو بخونن و ممنون میشم که ویدیومو لایک کنید، چون واقعا دارم تمام تلاشمو برای ارائه محتوای مفید توی این چنل میکنم و چنلمو سابسکرایب کنید. بریم برای این نکته ها. 1. بی‌حوصلگی سگا. شما ممکنه که سگی که آوردید حالا چه توله است چه بالغ هستش رو دارید سعی میکنید که باهاش دوست بشید، باهاش بازی کنید یا حتی دارید براش زمان و هزینه میذارید که بهش آموزش بدید. اما باید یه چیز رو در نظر بگیرید، سگا یه چیزی دارن به نام بی‌حوصلگی که ممکنه بعد از چندین ساعت بازی و سرگرمی با شما دلشون بخواد که برن تنها یه گوشه بشینن و هیچ کاری انجام ندن. شما باید بتونید این قضیه رو درک کنید و اون فضا رو بهشون بدید که بتونن اون تایم رو برای خودشون خیلی آروم و ساکت یه جا بشینن و هیچ کاری انجام ندن. یعنی لزوماً اینطوری نیست که شما باید دائما در حال چلوندن اون طفل معصوم باشید و دائم در حال بازی کردن و ور رفتن باهاش باشید. بذارم اجازه بدید تنها بمونه. 2. برنامه ریزی غذایی. شما نمیتونی یه ظرف غذا رو مثلا غذای خشک مخصوص سگ یا اصلا مخصوص گربه پر کنی بذاری جلوش که صبح تا شب هر موقع گشنه شد همونو بخوره. چرا؟ دو تا دلیل داره. یکی این که سگا اصلا معمولا اینطوری هستن که سیر نمیشن و هر چقدر غذا جلوشون باشه تا زمانی که تمومش کنن اون غذا رو میخورن. پس اگر شما قرار باشه ظرف گنده پر از غذا از صبح تا شب جلوش بذارید اون مقدار زیادی غذا در طول روز میخوره که 1. باعث چاقیش میشه و 2. هر چقدر غذای بیشتر بخوره دستشوی بیشتری هم میکنه. بعد یهو به خودت میای میبینی کل خونه رو بو و دستشوی سگت گرفته. چرا؟ چون حجم زیادی داره در طول روز غذا میخوره و حجم زیادی هم دستشوی میکنه. شما موظفید که در طول روز 4 تا وعده
به اندازه های مناسب براش آماده کنید و بذارید. و البته بهتره که این چهار وعده همش یه مدل غذا نباشه، غذاهای مختلف براش آماده کنید که هم از لحاظ رژیم غذایی براش سالم باشه و باعث چاقی یا لاغری مفرطش نشه، و همین که خب خودش هم از این قضیه لذت میبره، مثل ما که دوست نداریم دائما غذاهای تکراری بخوریم. 3. پیاده روی روزانه. هیچ اهمیتی نداره که بیرون داره برف میاد، بارون میاد، طوفان، هوا چطوریه، شما اگه سگ داری موظفی که هر روز سگتو ببری پیاده روی. هیچ فرقی هم نداره که نژاد بزرگ یا نژاد کوچیک. الان یه سری مثلا میان میگن نه نژاد کوچیکا نیازی ندارن. نه عزیزم، نژاد کوچیکا هم نیاز دارن. اگر سگ شما یه نژاد بزرگی هستش که با توجه به شناختی که خودتون ازش دارید میدونید که استعداد جذب چربی زیادی توی بدنش داره و زود چاق میشه، حداقل روزانه بین 1 الی 3 ساعت باید ببریش پیاده روی. اگر هم سگتون یه نژاد کوچیکی هستش که اونقدر هم جذب چربی بالایی تو بدنش نداره، اونم حداقل 30 دقیقه باید روزانه پیاده روی بره. چرا؟ نه صرفا برای چاقیش، بلکه به خاطر اینکه انرژیش به اندازه کافی تخلیه بشه که شب بتونه راحت تر بخوابه. اگر سگتون دائما توی خونه باشه و اون تحرک مورد نیازش بیرون انجام نده، ممکنه که شب تا صبح اذیتتون کنه و درست درمون نخوابه. تازش هم سگای نژاد کوچیک به خاطر حساسیتی که توی زانوهای پاهاشون دارن و خیلی زود آسیب میبینن، خیلی خیلی بیشتر باید مراقب چاق شدنشون باشید و اجازه ندید که اضافه وزن بیارن، و این پیاده روی حتی توی این نژادا خیلی هم مهمتره. پس اگه آدمی هستی که در طول روز ساعت زیادی رو سر کاری یا کار داری یا مشغولی یا وقت نداری، اصلا سگ مناسبت نیست. 4. شیطنت و دعواهاش با بقیه سگا. شما موقعی که سگتون میبرید بیرون، ممکنه در اون مسیر با سگای دیگه مواجه بشه که دلش بخواد باهاشون بازی کنه یا حالا سرگرم بشه و هر چی. در این حین ممکنه که در حین این بازی‌ها دعوا و اینجور چیزا هم پیش بیاد، یا اصلا ممکنه سگتون یه مقدار بد اخلاق باشه و اگر آدمی بهش نزدیک بشه گازش بگیره، یا خیلی داستانای دیگه اینجوری ممکنه بیرون از خونه پیش بیاد. پس اگه آدمی هستید که حوصله اینجور داستانا و درد سرا و درگیری و مشکلات رو ندارید، سگ مناسب شما نیست. 5. نظافت. یاد که راجب نظافت کردنشون میخوام یک عالمه چیزای مهم بهتون بگم. اولا اینکه سگا که هر روز میرن بیرون برای پیاده روی، کلا توی بازیاشون اینا خودشونو خب خیلی به این ور اونور میمالن، اصلا ممکنه تو خاک غلط بزنن بشینن، به خاطر همین قطعا نیاز به شستشوی مرتب دارن. حالا یه سری از سگا از حموم خوششون میاد، یه سری هم از آب و حموم کلا بدشون میاد، که این قضیه کارو ممکنه برای شما یه مقدار سخت کنه، پس باید خیلی با حوصله باشید. مورد بعدی که توی نظافت سگا خیلی مهم اینه که به هیچ عنوان توی حموم از محصولات بهداشتی انسانی استفاده نکنید براشون. برای سگا حتما باید از شامپوی مخصوص سگ استفاده بکنید. یه اشتباه دیگه که اکثرتون انجام میدید اینه که بعد از اینکه سگو از همون میارید با سشوار خشکش میکنید. باد سشوار اصلا برای بدن سگ مناسب نیست. شما باید برای خشک کردن سگتون از خشککن‌های مخصوص سگ استفاده بکنید. این خشککن‌ها درجه حرارتشون برای سگ مناسبه و مثل سشوار اونطوری داغ نیستش، چون باد سشوار واقعا پوستشون رو اذیت میکنه. شما باید هر روز سگتون رو برس بکشید، به خاطر اینکه با برس کشیدن اون موهای اضافه‌ای که قراره بریزه توی خونه و اطراف و به لباساتون بچسبه، جلو شما داخل برس میکشیدش و از ریزش زیاد موهاش جلوگیری میکنید. هر چند وقت یه بارم باید ناخوناشو کوتاه کنید، ناخونای دست و پاشو، چون اگه ناخوناشون از یه حدی بلندتر بشه، هم راه رفتن براشون یه مقدار سخت میشه، همین که اصلا ممکنه براشون آسیب زننده باشه، چون این ناخونها معمولا به صورت هلالی رشد میکنن و این هلالی رشد کردنشون اگر از یه حدی ناخون خیلی بلندتر بشه، میتونه از این طرف برگرده و وارد پوست و گوششون بشه و حالا بعدن اگر خیلی حاد بشه عفونت ایجاد کنه و خلاصه داستان بشه. پس حواستون حتما به ناخوناش هم باید باشه. 6. ایجاد یه فضای بسته واسه سگتون یا همون پارک. این پارک های سگ یا همون خونه های کوچولویی که حالا برای سگتون داخل منزل درست میکنید، یکی از مهمترین چیزاییه که میتونه سگتون رو به فضای کوچیک عادت بده. و البته یکی از مهمترین و کارآمدترین روش هاییه که میتونه باعث جلوگیری از خرابکاری سگتون بشه وقتی که شما خونه نیستید. ممکن بگید که بابا اون فضا خیلی کوچیکه، من دلم نمیاد
بچه رو بذارم اون تو اینا. جالبه که بدونید سگتون بعد از یه مدتی به اون محیط عادت میکنه و اونجا رو مثل خونه خودش میدونه و نه تنها از کوچیک بودن اون محیط اذیت نمیشه، بلکه توش کاملا آرامش داره و احساس راحتی میکنه. و حتی از یه تایمی به بعد، حتی اگه شما در پارکش هم یا حالا در اون خونه یا اون لونه یا هر چیزی که براش درست کردید و باز کنید، تا زمانی که خودش تمایل نداشته باشه ممکن حتی ازش بیرون هم نیاد. و اینم بهتون بگم اون تو دستشویی نمی‌کنن، به خاطر که معمولا سگا توی محیط‌های کوچیک دستشویی نمی‌کنن و چون تازه اونجا رو خونه خودش بدونه که دیگه اصلا این کارو نمی‌کنه. 7 حجم زیاد بزاق دهان توی نژادهای بزرگ. نژادهای بزرگ کلا ترشح بزاق دهنشون خیلی زیاده، بعد ممکنه اصلا این بزاق دهن رو شما توی غذاتون ببینید، رو لباستون ببینید، رو وسیله‌های خونتون ممکنه همه جا ببینیدش. پس اگر که نژادهای بزرگ دوست دارید حواستون به این قضیه هم باشه. و مورد 8 که مهمترین موردم هستش، قسمت هزینه های پتتون هستش. شما به غیر از اون هزینه‌ای که ماهانه باید برای خورد و خوراک و وسایل مصرفی سگتون صرف کنید، یه هزینه هایی رو هم باید برای سلامت حیوانتون انجام بدید، مثل چکاوای هر چند وقت یه بار واسه اطمینان از سلامتش، یا واکسیناسیون های حالا مثلا سالانه‌ای که داره، یا حتی اگر که احیاناً مریض بشن یا مشکل جسمانی براشون پیش بیاد که دیگه هزینه های درمانی واقعا بالاست. یعنی اصلا هیچ فرقی نمیکنه که شما توی چه سطح مالی قرار داشته باشید، اگر یه مشکلی برای سگتون یا اصلا حتی گربتون پیش بیاد و مجبور باشید که مراحل درمانش رو طی بکنید در توی کلینیک های دامپزشکی یا بیمارستان های دامپزشکی، به هر حال این هزینه براتون زیاد و سنگین خواهد بود. پس قبل از اینکه تصمیم بگیرید یه سگ یا گربه برای خودتون بیارید، به این قضیه خوب فکر کنید که آیا میتونید تمام هزینه های ماهانه مربوط به غذا، لوازم مصرفیش و هزینه های درمانی، پزشکی، واکسیناسیون و غیرش رو گردن بگیرید، چون کاملا به اندازه یک بچه آدمیزاد نیاز به مراقبت و توجه داره و اینم میدونید که سگ ها موجودات بسیار باهوشی هستن و تمام رفتارها و احساسات شما رو میفهمن و اگر که مورد بی‌توجهیتون قرار بگیرن کاملا این قضیه رو حس میکنن. این چیزایی که من گفتم واقعا این سری موارد کاملا ساده و پیش پا افتاده برای یک زندگی نرمال واسه یک سگ خونگی هستش. یعنی من هیچ چیز خیلی گنده‌ای نگفتم که بخواید بگید بابا اینا زیاده رویه. اینا کاملا حق مسلم یک حیوان خونگی هستش و شما تصمیم میگیرید ازش نگهداری بکنید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. اگر شما هم چیز دیگه‌ای در این باره میدونید توی کامنت ها به هم بگید و اگر پیشنهاد دیگه‌ای برای ویدیوهای بعدی دارید و دوست دارید که من راجع به موضوع خاصی باهاتون صحبت کنم و بهتون اطلاعات بدم، توی کامنت ها حتما برام بنویسید. تا یه ویدیو دیگه از چنل کلوبا، خدا نگهدار.